القهوه بتاعه. واو صلاته يا جدع. او بوتلكي اللي موجود بوتلكي ده شويه بيخي داندر وتشيز جيمز وسنه مش ليجا جايله. ما ده مش كده ما ده كده ما خايف كده اتمنى وشك درس كمان بيبينين. او بوتلكي ان فارس او يا 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 خبرتي يا خبو مرغت ميكونن ميخاين كمر شبا و دوارای ما با زودترین فرصت بچشه غذا رو پشتیبانی از آشپزبانی کنه. بیخی جالب است. این دفعه بیننده های عزیز یک چیز بسیار جالب میگم که این دفعه آشپز ولی این چیز درست نکرده، فقط یک قهوه در سر گاز مانده میجوشه. زهرا جان قسمت ما میبینیم از مرغ اینا میخواین که جوز جور کنن، سالاد جور کنن. Yeah, I think it's great. Men cooking is really good. It saves the woman a lot of work. If you are in this kitchen, if you are in seat of these chefs, what do you think? If it's so noisy, everything is, what do you think? Could you cook very good or not? Yeah, I think I would, but I hope there's not an offer to cook here as well, because I think I would get far too nervous, everyone watching. خوش آمدین به پروگرام 59 دقیقه و لطف کنین بگین نظرتان در باره پروگرام و فکر میکنین که چطور. سلامت باشین. اول احترامات خود خدمت بستمرگاران تلویزیون رو تقدیم میکنم. بعد از او باید خدمتتان عرض بکنم که برنامه یک برنامه جدید و بسیار برنامه است که مورد پسند کنی مردم افغانستان است و ما آمدیم سریزی که این یک سکل است، یک مسلک است و جای بسیار افتخار است که ما امروز میتونیم یک برنامه را به سطح تقریبا جهانی بسازیم و ایتون نیست که تنها خانم ها میتونن آشپزی بکنه. ماشاءالله ما که میبینیم آشپزای ما بسیار لایق و بسیار تیزدست هستن و جای افتخار است که امروز مرده ها میتونن مثل شما آشپزی بکنه. جای افتخار است برای ما و من شخصا برام بسیار برنامه دلچسب است و زیاد به این برنامه علاقمند به این خاطر هستم که این خودش تو کار ساده نیست. تو که ما شما این برنامه را میسازیم به شکل تقلید نیست. آشپزی است که اساس بنیاد زندگی روزمره را تشکیل میده و امروز ماشاءالله ما آشپزای بسیار لایق داریم و واقعا جای افتخار است برای ما که آریانایت یک برنامه دارد. به نظر ما مردم میتونن خوب آشپزی کنن. مرا میگه کشتی ما هنوزه ما گفتم تا به حال هیچ چیز نیست. چکر نفس هم میکشین و اینجا ببینیم که از چندین نوع میوه ها یک سالات میوه جور کردن. با وجود از اینکه بسیار کم وقت مانده از داخل برنامه هنوز هم اینا یک دنه دیگه ماندن در سرگاه، شما امروز نمیخواین چیز درست کنین یا پت کنین؟ نه میخواین روغن در کرایی اضافه کنن باز میخواین؟ زهرا جان از آشپز کبیر شروعش پخته شد. بله شروع تیار شد. خیلی کاسه رو بریم نان تیار کنیم، نان ریزه کنیم. نان ریزه کنین بخیر. اما متاسفانه در شروعی وزن نمک بوره گد کردن. اوه این شروعی نو جدید است. در پروگرام های خب شروعی جوست داشتیم، شروعی هم سر روغن جنگ از زهرا جان. روغن بازم زیاد است، ببینیم پیپای روغن زیاد است، اینا ناخ جنگ میکنن. روغن اصلا سوخت. زهرا جان آشپز ولی تخم استفاده کرده، ببینیم که تخم در سالاد گد میکنن، در سمارق گد میکنه یا در مرغ. مرغ و تخم یک چیز بسیار، یک غذای بسیار جالب است. اوه اینو چقدر جالب اینا رو میگیرن یک جایی میکنن. فکر کنم که حالا مرغ ده تخم مرغ چی؟ آشپز ولی یخ شما او شد، دیگه یخ بخوایم؟ اوه دیگه بخار نال انفلاق میکنه بیننده عزیز. انفجار نکنه که ما زخمی نشیم. مال چرا که بیننده های عزیز بدون از اینکه فشار از دیگ خلاص شوه و اینا سر دیگ واس کردن کلا شوروا ریخ بیرون. زهرا جان آشپز ولی از کرم همچنان استفاده کرده، از کوهو همچنان استفاده کرده. ببینیم که چی جور میکنه. زهرا جان شوروا رو کاملا ریختن بیرون به خاطر از اینکه سر دیگ میخواستن واس کردن. خوب شد انفلاق نکرد. ولی آشپز ولی میز خود پاک کرده میره که افشا نشه و گیر نبه. ببینین زیر میز بیننده های عزیز این بی سلیقگی آقایان سعی کنین فکر نکنین که مردم اینو برتون میگم که از آشپز کبیر است و ارده زیر میز آشپز ولی مانده که در پای آشپز ولی ختم شد. اینجا کچالو جور شدن. من اول برتون گفتم که بولانی کچالو میخواین پخته در خیلی شور نخود جور میکنن و آشپز ولی آمادگی غذا کشیدن در قاب ها گرفته و میخواین غذا را به قاب ها بکشه.
19 دقیقه از وقت برنامه باقی مانده و هنوز هم 19 دقیقه بخلی سمان را که جور کردن دال در مشقاب ها میکینه حتما البته با دیکور بسیار اما تو مقبول و زیبا که واره واو واو خب گفتم که از زیر پلاو اینال چی میایی بیرون؟ مولی اوال میبینیم که اینا سر دیگ نشان ما چیز پخته نکردیم اینا کباب کشیدن بیرون بله کوچر پاپا پخته کردن ما روغن سوخت دایی روغن چی نمیخواد؟ روغن در گرفت اوه مرغ داخل روغن انداختن البته روغنشان داغ نبود در روغن یک مرغ اعلا کردن قطعاً زهراجان تابند آشپز ولی بسیار وارخطا شدن بله زهراجان و هارجان ما پیشترم به شما گفتم که شما هر دو بالای سر دیگ هستین و میبینین غذا را چنه پخته میشه از بیش هم سیر میشین ولی داور صاحبان ما بسیار دور هستن و اینا گرسنه هستن و منتظر ازی هستن که چه وقت بخیر غذاها آماده میشه و اینا تست میکنن و مزه میکنن و لذت میبرن ازا و از زهرا جان خواهش میکنیم که احوال از داور صاحبان داشته باشن شما چی فکر میکنید 19 دقیقه از وقت برنامه باقی مانده در این 19 دقیقه چقدر احساس گشنگی میکنید و چی فکر میکنید غذای خوب براتون بیاید یا نه مشکلش اینه 19 دقیقه است بسیار زیاد منتظر بودم 19 دقیقه را خدا زود الله خلاص کنه وقت پورا شوه و ما منتظر هستم که ان شاء الله هر دویشون بسیار موفقانه پیش میرم و شما بسیار آزار میتین اورا چی تاثیر است خب ما این وظیفه ماست که آزار بدیم خب آزار بدید وظیفه خود انجام میدیم خب ما منتظر بسیار غذای خوب هستم باشی چه میشه امیدوار هستم انتظارتان به سر بره انجینیر لطیف شما تا حال پروگرام چطور دیدین چطور پیش میره بسیار خوب بسیار عالی من به پرده تلویزیون متوجه هستم من میبینم دست آشپز چی رقم کار میکنه و من میفهمم که حتما غذای مزه‌دار پخته میکنه حتما گرچه که خب مرغ از مرغ قدر مزه معلوم نمیشه اما امیدوار هستم چیزی مزه دار باشه خانم انارکلی شما از مرغ چند نوع غذا ترکیب میتونید تشکر البته مرغ از جمله میتونیم از مرغ غذاهای مختلف تهیه کنیم طوری که حالا میبینیم آشپزای ماهر هستن و بسیار فعالانه شرکت دارن فعال کار میکنن بسیار جالب است برنامه که آدم سر طرف ازیا میبینه به این خاطر مرغ و از تمام مواد غذایی آدم میتونه غذاهای مختلف تهیه کنه پانزده دقیقه بر خط میدونه این تخمه مرغ فکره چی نشد میده نشد این تخمه مرغ میده نتانستن این رو میگه این رو بسه وقت مانده آیا خودت برنده میشی آسپاز ولی این رو سعی کنن تخمه مرغ انداختن گت کردن به جای مرغ چی رو میکنن چی میکنن و چی هست الوای کچالو بسیار عالی این مرغ هم اضافه کردن تخم مرغ هم اضافه کردن یک دانه تخم مرغ میشه همه تو زنده بنده زندگی خوب پست نشد خیر است یخش واز میشه زهرجان آشپز ولی غذای خوب میکنه البته بسیار با دیکوریشن مقبول ولی سر میز اینا به حد و به اندازه مردار کردن او مرغ کاملا سوخت ججک شد آنوزا میرسه که شروع میکنن میسوزانن فکر نمیکن مرغایتان سوخت از وقتی که ما تماشا میکنم از شروع برنامه تا اول پشت آشپزوالی را گرفتین که فکایی بگو فکر میکنم درباره خصوصیات آشپزوالی چیزی میفهمی که فکایی میپرسی آرز جان این آشپزخانه بیخی دیگه نمیتونم یک استوا رو بگویم بسیار پیروبر شد آشپزوالی دیگه خود میخوای که از نوشابه گرد کنه بله دیگای بخار کجا رفت آرز جان؟ دیگای بخار در زیر میز است و خاطر که شروعهایش خلاص شد خشک شد در دیگ دیگ سر گاز زیاد جوش خورد آرز جان دیگ پشک برد مطمئن باشید
دیگه پشک نبرد، اما مطمئن باش که گوشت پشک برد. بله، در مرغ عسل اضافه کردن. مطمئن است این عسل است؟ مطمئن است. عسل با مرغ چی ربط داره؟ ببینیم قسمی که ببینین سر میز آشپز کبیر بیاد و به اندازه بیروبار است و هر چیز که میگیر آمده می سر میز ماندن. چمچه و قاشق و کاب و دیگه حتی ای چاینک، چاینک که هیچ امروز به کار نبود، چاینک هم سر میز ماندن. بیشتر چیزای ارتباط نداره، کل چیز به اینجا بی‌ربط است. آرز جان، من فکر کنم بعد از این پروگرام دیگه واقعا یک لات بسیار خوب میخوری از طرف آشپزه. خانم انارکلی، فکر میکنین در این ده دقیقه پروگرام مانده ده دقیقه بعد کی کدام آشپز برنده میشه؟ البته گفتن شوال نمیتونم بگویم، میشه ده دقیقه آشپز محترمه که کارش نسبت به آشپزدگی پس مانده در ده دقیقه تکمیل کنه. به این خاطر گفتن نمیتونیم، بعد از ده دقیقه خواهد دیدیم. مرغ است، ولی ببینم که با مرغایی که میخوریم مزه ازی چطور است. آریان خان، فکر کنید شما را امروز ما اینجا دعوت میکنیم میفتیم بیاین از مرغ سه نوع غذا تیار کنید، چی بر ما تیار میکنید؟ بخدر مردم خوب اینجا داریم، کسای خوب ماهر هست که برای ما چیز ضرورت بود که من بخته کنم. شاید من صرف همه که بتانم که جش کنم و سلیقه و ترتیب ببینم که کی خوب ترتیب میکنه. مهم چیز کامبینیشن است، ترتیب است و سلیقه است. دیگه امورا منتظر هستم که آشپزایی که اینجا هستن حتما ماهر هستن و میبینیم که غذایی که موفق هستن در کار خود. تشکر. بسیار تشکر. روی آشپزولی عرق سر میکنه، ولی ما برشون میگیم که احتیاط کنید در کاسه نریزه، چرا که مزه غذایشون دوچند نسازه. آرز جان، اینجا فرنی مرغ تیار شد، ولی اینجا هم اینجا آشپزولی سوپ جور کرده، سوپی که بسیار اوگین. کانفلاور البته ننداخته، خیلی است یکم شرش اضافه میکردیم. آرز جان، من خود گفتم شروع چی شد، نگو که از زیر پلو چی گفتین میای بیرون؟ مولی. اما تو شد از دیگه از دیرم از شروع فیرنی آمد بیرون. زهرا جان و هارد جان، ما بر شما گفتم که 6 دقیقه با ختم دوئل، 6 دقیقه با ختم دوئل آشپز ما در جریان شده. وقت دوئل مونده، چی احساس دارین؟ میبریم یا میوازیم؟ اگر اخوت ما ببرم، ما بدیتش نظر آرمسان یکی برم هنر هست، امکان دارن که ببرن. 6 دقیقه با ختم برنامه مونده، شما چی فکر میکنین؟ کدام آشپز برنده؟ با فکر ما برنده باشه. I think Kabir, his food looks really nice and his decoration is super. What I saw on this the soup, it looked really good and I'm looking forward to see the chicken. فکر ما ولی جان برنده باشه. اما فکر میکنم کبیر جان برنده خواهد شد. نظر خیلی زیاده. فکر میکنم کبیر جان. به نظر من همچنان سس کبیر جان برنده میشود. همچنان فکر میکنم محمد کبیر جان شاید برنده خواهد شد. با نظر من همچنان استاد محمد کبیر جان برنده میشه. میبینیم آشپز علی مرا در گوشه یخچال برد و مرا میگه من برای خود جوس ام میتم و تعریف مرکه و رد مرا لاک و برو طرف آشپز کبیر. مایران مانیم چی کنم؟ رشوت بگیرم؟ بگی، اگر من جایت بودم میگرفتم باز از کار خودم میکردم. با یک جوس ام. هارس جان، فکر میکنم که آشپز علی در با وجودی که 4 دقیقه به ختم دوئل باقی مانده کارش خلاص کرده و اشاره کرد که ما کار خود خلاص کردیم. Which chef will be the winner? اصلا گرم آشپز ولی را که دست همکار خود بالا کرده و میگه ما برنده هستیم. چیزی که در دیگه از کاسه برآمده، زهرا جان تا به حال من چکنی غوره انگور دیده بودم، ولی از غوره انگور قورمه را تا به حال ندیده بودم. با هارس جان و زهرا جان 2 دقیقه به ختم دوئل باقی مانده و آردو آشپز ما 2 دقیقه به ختم دوئل کارش تمام شده، ولی کار محمد کبیر هنوزم باقی مانده. 2 دقیقه وقت داریم. دوستای عزیز، آشپز کبیر غذای خود آماده کرده. البته مشبطه تو را نیفه، مشبطه تو را به زبان افغانی چی میگه، ولی شما سر میز ببینید چیز گشنی چیز در پالی گاز مانده. آرز جان، این همیه بی سرنوشت است، فکرم بر ما تو پست کردن که ما دیگه آزار نتیم بشینیم بخوریم. شما میبینید اسراف گناه است.
یک دقیقه به ختم دوئل باقی مانده. یک دقیقه مانده و غذای آشپزولی سرد شده رئیس. متاسفانه. آشپزولی یک رقم با کوچ چشم خود به غذای آشپز کبیر سعی میکنه میگه برو بابا تو چی درست کردی از ما عالی تر است. شش آشپز کبیر مهم کار خود بسیار است بود. چهار سه دو یک ختم دوئل. بینندگان عزیز تلویزیون آریانا شما تماشا کردین 59 دقیقه دوئل بین دو آشپز ماهر، آشپز محمد کبیر و همچنان آشپز ولی هاشمی. اینا با بسیار سرعت کارشان انجام دادن. حال وقت پذیر رسیده که قضاوت صورت بگیره و پیش از اینکه قضاوت صورت بگیره بیان یک بار آشنا شویم که نمره با چی گونه داده میشه. غذاهایی که توسط آشپزان تهیه میگردد در 3 کاتگوری برای هر غذا نمره تعیین شده است: اصلیت غذا، لذت غذا، سلیقه بشقاب. برای لذت غذا 10 نمره، برای اصلیت غذا 5 نمره، برای سلیقه بشقاب 5 نمره. حال از آشپزی که غذای خود در ظرف 59 دقیقه آماده ساخته، خواهش میکنیم تا اولین غذایی که اون آماده ساختن به داورسایه برای قضاوت پیش بکنن. آشپز ولی هاشمی. آشپز ولی هاشمی، اولین غذایی که خودت در مدت 59 دقیقه آماده ساختی و با دارسابه بخاطر قضاوت پیش کردی معرفی بگو که نام غذا چی است و از کدام مواد غذا استفاده کردی؟ چکمیجی تبک سوپ و دمخوان از این خودار است، یعنی در لسان عربی ما ایره اصلا نخودم غذای ما کنش عربی است، به لسان عربی ایره ایچی میگن بخدار، بنام خدار. خدار؟ بله سوپ خدار میگونه. خواه نام از این سوپ خدار است؟ بله، سوپ خدار است. بله، دماغان از این مرچ دولمه است، پتاتس است، جواری است، چکن است. بسیار خوب. خب اشتوی خوب برتان میخواییم دور سابنه. داخل که آدم قرط میکنه بزنه یک تلخی، یک مسدار حس میشه. اون تلخی چی است؟ او سوی ساس است. ساس است؟ بله سوی ساس. هم سوی ساس رقم سرکه و رکیز آه همون مزدارش هم ساخته. تشکر. زنده اولین بار است میخوریم. تشکر. زنده باشید. از ما غذای ما غذای عربی است همیشه. عربی است؟ بله عربی. خب تشکر بسیار زیاد. واقعا مزدار بود و یک بوی خاص آدم احساس میکنه. بله بله. که شما میتونین بوین که بله برازو برادر محترم هم قسم گفتیم که سوی ساز بود، بر شما میگیم که دماوین از این نانا هم است. یعنی که خودار میگن به لسان عربی، یعنی ویجیتیبل است. که دماوین شرط چیز میگوشه خصوصا در سوپ لازم باید بوی خوب داشته باشه. تشکر. ما هم بار اول بودی سوپ خوردیم و بسیار مزه‌دار است. کم میخوریم که تا بتانیم تمام غذاهایی که شما زحمت کشتین، تکلیف کشتین، ما بتانیم بچشیم و یک نظر خود ارائه کنیم که گردن ما بسته نشه. تشکر. تشکر. اول خود ما افتخار میکنم، خوش هستم که تو یک پروسی بسیار خوب شروع شده در افغانستان و در چینل آریانا، تلویزیون آریانا که افتخار ماست و بسیار زیاد افتخار به یک دیگه میکنم که یوزای افغانی، آشپزی افغانی همگی ما. این بسیار جالب است دیگه. بسیار لذت بخش بود
بسیار خوشم آمد و یک چیزی که ما کمک احساس کردم کمک نمک تو سوی و اندازش نمی است که نمکش وسط باشد. لیمو آوردیم میتونیم زیاد کنیم. خب لیمو زیاد اون رفته بود بخاطر دیگه. بسیار خوب است، بسیار خوب، تشکر. آشپز والی هاشمی، بله. غذای دومی که خودت آماده ساختی میشه با درسته به وقت قضاوت پیش کنیم؟ بله. آشپز ولی هاشمی، غذای دومیری که خودت آماده ساختی در مدت 59 دقیقه معرفی بکن که از چه نوع مواد دیگه غذا استفاده کردی و نام از این غذا چی است؟ مرغ به نام عرب میاد میکنیم. مرغ به این ماستر کریم هست، مرچ سیاه است، در بینش زبادی است، دیگه تمام چیزی که بسیار هم زفران میگن زفران هست. مرغ خونه داره؟ مرغ هست. بردم بسیار زیاد. تشکر. و وقتی که انسان ذهنن یک چیز اکسپت کنه، قبول کنه و از اون لذت ببره، اون بهترین غذا می باشه. تشکر. بسیار زیاد. خوب است. تشکر منان. واقعا مزدار است و آفرین تون دقیقه وقتی کم. تشکر. بخی سر و صدا هایی که نامخدا را انداخته بودن. آفرین تام. تشکر، بسیار مزه‌دار بود. البته شما چقدر وقت میشه که به همین مسلک آشپزی بگوی مسکوب هستید؟ در عربستان سعودی 17 سال در اونجا بودم، چون مهاجر بودم این مسلک رو به خود انتخاب کردم. واقعا بسیار مزه‌دار است. شاید بسیاری کسا به مفکوره هستن که مردها آشپز خوب نباشن یا مردها آشپز خوب هستن زنها نیستن، ولی من ایره رد میکنم. هر کس میتونه به یک هنر دسترسی داشته باشه و بهتر هنر بهتر کار کنم، چی زن باشه چی مرد باشه. واقعا آشپزیتان بسیار مو خود پروسیجر کاری بسیار جالب بود که تحت تاثیر نرفتین. اگه خودم آشپزی میکردم در اطالت هر کس برم گفت میزد از هر طرف شروع میشدن، دست خدا میبریدم و غیر از او من نمیتونستم آشپزی کنم، شاید خودم میسوختندم. بسیار جالب بود خود برنامه‌ام، خود این پروسیجرم و غذا هم بسیار مزه داشت. مرغم در هر جای است و سمارقم. بله. البته جدا جدا. بله. هنر شما در این است که امی سمارق با مرغ چطور با هم یک جا کردین و هنر آفریدین که این را همه قدر مزدار پخته کردین؟ بله، بخاطر این کار زندگی کلش هنمتر است. تشکر. تشکر. بازم میگم که بسیار خوب است و امیر کما که بگوین برمدگم اگذره که بله به نام جوس کوکتیل یاد میکنن عربا. جوس کوکتیل. کوکتیل بله، در بین از مینگو امرای فراوله یعنی توت زمینی یا دوم با هم میکس میشه و یک جوس جو میشه. بسیار زیاد خوب، بسیار خوب. و بازم همه میگم که در وقت کم و یکقدر صدای بلند و شور شما در پشتو ما میگیم چه یوتر نشوی و هر خطا نشدی. بسیار جالب از برد، بسیار زیاد موفق باشید. آشپز والی هاشمی، تشکر بسیار زیاد از خودت، بسیار موفقانه کار انجام دادی، بسیار با تیزی و چالاکی. موفق باشید. تشکر از کلش. و حال از آشپز دومی، آشپز محمد کبیر، خواهش میکنیم تا غذاهایی که اونا در 59 دقیقه آماده ساختن با درسته برای قضاوت پیش کنند. آشپز محمد کبیر سلیمان خیل. آشپز محمد کبیر سلیمان خیل، اولین غذایی که خودت آماده ساختی و به دورسمه و قضاوت پیش کردی معرفی بگو که نام از این غذا چی است و همچنان از کدام مواد در تهیه غذا استفاده کردی؟ چکن کارن سوپ است، جواری شیرین داره، تخم داره، مرغ داره، کانفلاور است، نمک چینی زیاد داره. کانفلاور کمی زیاد نیست فکر نمی کنید؟
سخت شده کانفلاور کم سخت میشه. ما کاش اول شما میوردین بسانه. این که شما زحمت کشیدین در وقت کم تا یک حد خود رساندین، دوباره چیزی نمیخوایم بگیم. بسیار مزه دارست فکر. آشپز محمد کبیر، سلیمان خیل. غذای دومیری که خودت در مدت 59 دقیقه آماده ساختی، میشه با دور سه بار قضاوت پیش کنی؟ آشپز محمد کبیر، سلیمان خیل. غذای را که خودت آماده ساختی، البته غذای دومیر معرفی بکو با دور سه بار که از کدام مواد دیگه غذا استفاده که نام خدا میبینیم بسیار بیروبار مواد زیاد است و نام این غذا چی است؟ نام این غذا چیکن کچاتوری است. کچالو ماچ پتیتو است. ماچ کچالو است. کچاتوری ماچ کچالو ماچ کچالو است. ماسکا داره، قیماق داره و شیر داره. این کچالو است. این ماچ کچالو رو خودتان پایید؟ بله سوی بله. مرغ است، زمرغ است، پیاز است، سیر است، زیتون سیاه است. ببخشید میشه بگوین مرغ بسیار کم نمک است، دلیلش چیست؟ یا شاید من نمک زیاد استفاده میکنم یا سوپ ما یکم شور شده بود و اون ترسیدیم نمک. راستی تنها مرغ کم نمک نیست بلکه بانجان رومی هم یک مقدار شیرین مانده. اول چرا شما کمک نرویس هستیم؟ تاوان در مسابقه ها دارم و تو یکمی چی میوازید؟ خب برنده همیشه او میباشه کسی که باجرات باشه. خب به نظر من یک آشپز سلیقه کار خودش است که او چقدر چیزا را استفاده کنه. آشپز محمد کبیر، سلیمان خیل. آخرین غذا یا سیومین غذایی که شما آماده کردین در مدت 59 دقیقه میشه معرفی بکنین و بیارین بعد داور سایه. آشپز محمد کبیر، سلیمان خیل. میشه غذا را معرفی بکنین؟ نوعی سلات میوه است. هر نوع میوه داریم همراه قیموق مکس است. مرغ داره، مرغ همراه اصل کوخته کردیم، شیرین ساخته میوه داریم. سلات میوه داریم. ایره مومومن به نامش یاد میکنین شما؟ سلات میوه است. سلات. بسیار زیاد ترکیب خوب. یک کامبینیشن بسیار خوب است و دیگه دیگه چی باید دیگه اضافه میشد اما یکی وقت کم بود. دیگه ساس استرابه چی ساس توت زمینی از مکسر میکشیم دیگه پاش میدیم نازی جاتر میشد باید تو هم اضافه میشد. بله سا وقت کم بود. اما در وقت کم بسیار زیاد خوب است. فکر میکنم مسئله به خاطر استفاده کردین که مرغ طعم شیرین بگیره. بخواد واقعا بسیار مزه داره. یه از کجا یاد گرفتیم؟ مسئله که ما سیاحت میگیم برای با این بار یک جای میخوره که خوشش میگیم. بله کتاب داریم شما؟ کتاب داریم؟ بله خواه کتاب هایش به جیاد دارم بسیم خوب داریم دستتان درد نکنه بشه. تشکر زنده باشیم. آشپز محمد کبیر، سلیمان خیل، بسیار زیاد تشکر و بسیار سرعت کارت انجام دادیم و انتخاب موادم بسیار خوبی ما بسیار نمیتونم تشکر. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا و علاقه‌مندان برنامه 59 دقیقه دوی، شما شجاعت و سرعت کار یردو آشپز ما رو دیدین که با چی شجاعت فقط میدویدن و کارت بازی و چمچه بازی بود در داخل استودیوم سرخ و شما تماشا کردین که در مدت 59 دقیقه یردو آشپز ما از بسیار مهارت های کاریشان استفاده کردن و تانستن تا در مدت 59 دقیقه 3 غذا را اینا آماده بسازن. ای که چه کسی برنده است باز هم شما در این قسمت میتونین تصمیم بگیرین. اگر میخواین که تصمیم بگیرین کدام آشپز لقب آشپز طلایی را از آن خود بسازد پس بیایید که با طریقه ارسال رای یک بار آشنا شویم.
چه کسی باید در برنامه بعدی 59 دقیقه دوئل لقب آشپز طلایی را از آن خود بسازد؟ آشپز ولی هاشمی و یا آشپز محمد کبیر سلیمان خیل؟ انتخاب شما کیست؟ اگر می خواهید به آشپز مورد نظرتان رای بدهید، از تلفن های افغان وی سیم تان ابتدا به منوی مسیج موبایل تان رفته، برای رای دادن به آشپز ولی هاشمی 001.1 و برای آشپز محمد کبیر سلیمان خیل 001.2 را فشار دهید و به شماره 2020 ارسال کنید. به یاد داشته باشید، شما می توانید که فقط از تلفن های افغان وی سیم تان رای ارسال کنید. هزینه برای هر رای شما 10 افغانی می باشد. شما می توانید الا تاریخ 24 ماه سرطان سال جاری با آشپز مورد نظرتان رای ارسال کنید. برای تعداد زیاد از رای دقیق جوایز نیز در نظر گرفته شده است. خب دوستای عزیز، ما منتظر رای شما هستیم و هر دو آشپز می خواهند تا از رای شما مستفید شوند و لقب آشپز طلایی را از آن خود بسازند. تا برنامه بعد که آشپز برنده را به شما معرفی میکنیم، الله یار مددگارتان.